بله دوستان، روز پنجشنبه 21 اردیبهشت در پارلمان ایتالیا از سوی معاون رئیس پارلمان جایزه زنان شجاع به انجمن زنان دموکراتیک ایران در ایتالیا اهدا شد. تو همین رابطه از خانم شهرزاد شعله، مسئول انجمن زنان دموکراتیک در ایتالیا، دموکراتیک ایران در ایتالیا خواستیم که از فعالیت‌های خودشون و علت اهدای این جایزه و اون چه که در سالن آن دو مورو گذشت برامون خلاصه‌ای بگن. با سلام به بینندگان تلویزیون ایران آزادی، شهرزاد هستم از انجمن زنان ایرانی مقیم ایتالیا که در حقیقت شرکت من در این برنامه برای اینه که انجمن ما در ایتالیا، در راهنده پارلمان ایتالیا، در سالن آن دو مورو جایزه ای رو گرفته به نام جایزه زنان شجاع، که این جایزه هر سال به نفرات مختلفی داده میشه که میتونن فعالیت هایی در کمپ ارتشی، پزشکی، اجتماعی و فرهنگی ورزشی انجام داده باشن و به دلایل مختلف شجاعتی انجام داده باشن، که امسال این جایزه رو به انجمن زنان هم دادن به این دلیل که در از لحاظ فعالیت‌های حقوق بشری، افشای جنایات رژیم و حقوق زنان و حقوق بشر در طی این مدت 43 سال فعالیت‌هایی در این رابطه انجام داده که این برنامه که من در حقیقت برنامه به این صورت شروع می شد که بعد از معرفی نفرات صحبت‌های خودشون رو شروع می کردن و می گفتن که چه کی هستن و در چه زمینه فعالیت کردن و صحبت‌های خودشون رو ادامه می دادن تا به این که تشکر می کردن که جایزه رو گرفتم. وقتی که نوبت به من رسید، من صحبت خودم رو از این شروع کردم که من حدوداً 17 ساله بودم که اومدم ایتالیا و دلیل اومدنم این بود که هوادار مجاهدین خلق بودم و به همین دلیل مجبور شدم که از ایران فرار کنم. و وقتی که اومدم به ایتالیا هم به فعالیت‌های خودم در همون زمینه ادامه دادم و با انجمن‌ها و با سازمان مجاهدین و با انجمن‌های دیگه فعالیت خودم رو شروع کردم در زمینه حقوق بشری ادامه دادم تا اینکه رسید به 16 سپتامبر سال گذشته که با کشته شدن مهسا امینی در حقیقت یک جرقه بزرگی زده شد، که با کشته شدن و گرفته شدن و دستگیر شدن اون مردم بیرون ریختن و دنیا بالاخره خبردار شد که در ایران چه میگذره. و بدین ترتیب ما ادامه دادیم به فعالیت هامون، به گفتن این که در طول این 43 سال که در ایران بیش از 120 هزار زندانی سیاسی کشته شدن در سال 88 و فقط در عرض 3 ماه 30 هزار زندانی سیاسی کشته شدن. بعد در کنار من دو جوان رو معرفی کردم که یکی غزل بود و دیگری آذر، که گفتم که آذر که با اینکه دختر من می باشه و هیچ وقت ایران رو ندیده و تا ایران رو ندیده و خیلی دلش میخواد که ببینه، ولی به دلیل اینکه دختر من هست و به این دلیل نمیتونه بره ایران و نمیره ایران، نخواهد رفت ایران. در طرف دیگه من غزل هست که پدرش در زندان‌های رژیم کشته شده و مادرش هم یک مبارزه در کمپ اشرف در آلبانی، جایی که بیش از 3000 مبارز برای آزادی، برای مقاومت ایران در اونجا زندگی می‌کنن، اونجایی که بیش از 1000 زن
آزاده و مبارز زندگی می کنند و من می خوام که این جایزه رو با اجازه همه شما تقدیم بکنم به یک مبارز دیگه که خانم مریم اکبری منفرد می باشه که بیش از 14 ساله که در زندانهای رژیم به سر می بره، فقط به خاطر دادخواهی از کشته شدن 4 خواهر و برادرش که توسط رژیم آیت الله ها کشته شد. و او در این 14 سال، در طی این 14 سال زندان حتی یک روز هم مرخصی نداشته. بنابراین گفتم که من در مقابل اینها کاری انجام ندادم، بعد فکر میکنم که اونها بیشتر یعنی اونها هستند که شایسته این جایزه هستند و نه من. و بعد در ادامه برنامه جایزه توسط معاون رئیس پارلمان ایتالیا آقای فابیو رامپلی که از حزب حاکم هم می باشد جایزه به نفرات یکی یکی داده شد و برنامه بعد از صحبتهایشون به پایان رسید. این برنامه بود که در حقیقت در سالن پارلمان ایتالیا برگزار گردید و این جایزه به انجمن زنان هم در ایتالیا داده شد. بله، همینطور از خانم شهرزاد شعله خواستیم تا از مراسم اعلام حمایت مقامات و مردم استانی پیمونته ایتالیا از مقامات ایران که روز 16 اردیبهشت چند روز قبل در سالن تئاتر شهر کونئو هم برگزار شده بود برامون توضیح بدن. توضیحات ایشون رو بشنویم. برنامه دیگری که در ایتالیا در چند روز پیش بود برنامه بود که در حقیقت برنامه تئاتر بود که در شهر کونئو در استان پیمونته برگزار شد که در اونجا فرماندار و 22 شهردار از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی حمایت کردند و این خودش خیلی از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ بسیار کار بزرگی بود، یعنی کاری بود که حمایت 22 شهردار و فرماندار و بردن پرچم سازمان مجاهدین در اونجا واقعا کار بزرگی بود که توسط هواداران سازمان در استان پیمونته و مخصوصا در شهر کونئو انجام شد، مخصوصا با توجه به اینکه در هفته های گذشته در حدود دو یا سه هفته گذشته برای 2 یا 3 روز این نیم پهلوی و گروهش به ایتالیا آمدند و یکی 2 روز اینجا بودند، ولی که سعی کردند که جو رو خراب کنند، یعنی در حقیقت البته موفق نشدند چون که در پارلمان ایتالیا یک برنامه داشتند که در اون برنامه حتی فقط یک نماینده پارلمان از پارلمان ایتالیا شرکت کرد، بقیه یک خبرنگار بود پهلوی، یعنی یک مترجم بود پهلوی دستش و کس دیگه فرد مهمی نبود. و در سنا هم با رئیس کمیسیون خارجی سنا که باز هم متاسفانه از لابی های میتونیم بگیم از لابی رژیمه باهاش ملاقات داشت که به طور و اونم در یک برنامه تلویزیونی که شرکت کرد که اونم با یک خبرنگار قدیمیه که باش مصاحبه کرد و این گونه مصاحبه خیلی عادیه، یعنی با توجه به اون چیزایی که پیش اومده بود، یعنی برنامه‌ای که پیش اومده بود، این 2-3 برنامه واقعا قابل توجه. یکی برنامه‌ای که در همون استان پیمونته در شهر کونه توسط دکتر
نیکزاد و خانم الهام نیکزاد که ارگانیزه شده بود و برنامه دیروز که توسط شبکه اروپایی زنان انجام شده بود در روم. اینا دوتا برنامه های مهمی بودن که در این دو در طی این چند روز در ایتالیا انجام شد. بله، با تشکر از خانم شهرزاد شعله، مسئول انجمن زنان دموکراتیک ایران در ایتالیا، و نکاتی که برامون از جلسه اهدای جوایز زنان شجاع به زنان ایرانی در پارلمان ایتالیا گفتند و همینطور مراسم حمایت از مقاومت ایران در سالن تئاتر شهر کنو.